امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه. اون چیه که یه نفر رو خارق العاده می‌کنه؟ همه دوست دارن عادی باشن، اما هیچ کس نمی‌خواد معمولی باشه. اما عادی یعنی چی؟ همه اون عکسای خوشگل تو فضای مجازی رو میبینیم، مهمونی عادی، خانواده عادی، دختر کوچولوی دوست داشتنی عادی، اما همیشه پشت ظاهر چیزای دیگه ای هم هست. لیندی اغلب اوقات به نظر کاملا عادی میاد، اما در اعماق دی ان ای اون یه موهبت نهفته است. بعضیا میگن یه ناخوشیه یا بدتر از اون یه اختلال که منتظر تا فعال بشه، و به این علت لیندی هرچی که هست عادی نیست. وقتی آدم ها کارای ناجور میکنن، لیندی کنترلشو از دست میده. شاید اگه اونم یه خانواده عادی و با عاطفه داشت، اونم خارق العاده میشد. اما بابا و مامان لیندی هم اهریمنای درونی خودشونو داشتن. نمیدونیم تقصیر قرص خوردنای مامان و از حال رفتناش بود یا خشم بی حد و حصر بابا بعد از خوردن الکل زیادی، ولی هرچی که بود، لیندی هیچ وقت محبتی رو که باید دریافت نکرد. به جاش خشمگینتر و اختلالش بدتر و بدتر شد، و بعد دکتر تشخیصش رو به والدین اون گفت. اون به اختلال انفجاری متناوب مبتلا بود. واگذاری سرپرستی. نه خودش تو این دنیا امنیت داشت، نه اونایی که دور و برش بودن. پس برای زنده موندن باید تنها زندگی میکرد، به دور از دیگران، تا وقتی که درمانی براش پیدا بشه. حجم زیادی کورتیزول در بدن لیندی در جریان بود که باعث میشد سریع‌تر و قوی‌تر از افراد عادی باشه. همین توجه افراد خاصی رو به اون جلب میکرد. البته شرایطی که اون داشت به شدت بی‌ثباتش میکرد. و به مراتب خشمگین‌تر از حالت عادی. ماشه لیندی زیادی حساس بود. تا کمی تحریک میشد میزد به سیما آخر. اون باید به شرایطش مسلط میشد، وگرنه به درد کسی نمیخورد. به این ترتیب به موش آزمایشگاهی تبدیل شد. نتیجه چندان مطلوب نبود. تصمیم گرفتن بفرستنش خدمت نظامی تا به توانایی های استثنائیش جهت بدن. البته اگه میشد. خیلی خوب، بس دیگه. بلش کن. بلش کن بهت گفتم. کی فکرشو میکرد که اون همه عطوفت و رواداری نظامی نتونه کمکش کنه؟ البته که همه این به اصطلاح درمانا فقط وضعیتشو بدتر میکردن. توقع میرفت عقل کنن و اقلن به سطوح نیارنش. روز به روز احتمالش بیشتر میشد که فقط یه جا حبسش کنن و کلیدشم بندازن دور. به نظر میومد لیندی تا ابد باید تنها بمونه. و بعد یه گشایش، فرصتی برای عادی شدن. مداوایی بیرحمانه، وحشیانه، نامتعارف، اما به طرز غافلگیر کننده مؤثر. فوران. مایکل، من تو رو از زمانی که بچه بودی میشناسم. یه درمانی برای این بیماری باشه، تو پیداش میکنی. اگه قرار نیست درمانش کنم، پس چرا هنوز اینجام؟
من یه بیماری خونی نادر دارم و زمان زیادی برام باقی نمونده. توی محبت داری، همیشه داشتیش. شاید این آخرین فرصتم باشه. میخوای یه کاری کنی مگه نه؟ اون چه کاریه؟ ولی به چه قیمتی؟ یه کاری که زیاد قانونی نیست. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدوی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد. عجب دوشنبه یه جو مگه نه؟ آی گفتی یا میدونم. امروز قرار متفاوت باشه. سلام یارو، ای که تو نیستی. چی دیدی؟ پال، یه اتفاقی داره برام میافته. یه چیزی داره ذهنم رو آزاد میکنه و نمیتونم کنترلش کنم. یه امتحان ساده است. دست تو از رو جعبه بردار. قبلا من پیش اومده بود چیزی رو که توی خواب ببینی در واقعیت هم اتفاق بیفته؟ بله، دارن اعضای خانوادم رو یکی یکی ازم میگیرن. بیاین مثل شیاطین بجنگ. ثابت کردی که میتونی به خودت مسلط باشی. اون وقت میمیری. چی تو این جعبه است؟ درد. و حالا مال من خفتم کرده. خیلی وقت رو ندیدم ادام بشین، چون آخرش گذشتت خفتت میکنه. چی هست هستن؟ ای که اون عمه تا خیلی هواپیمای مغناطیسی رو از کجا چون در آوردن؟ سفت به چسب.